نظام بازار نظام مبتنی بر مبادله داوطلبانه است. اصل اول آزادی در تصمیم گیری انسان ها. نظام بازار مبتنی بر آزاد فرض کردن اراده مختار انسان ها و شأن و مقام انسانیت انسان هاست. در نظام بازار انسان آزادانه میتونه انتخاب کنه و انتخابش بر اساس تشخیص حقیقت و ارزش‌های شخصی خودش است. در نظام بازار بردهداری وجود نداره. کسی برای کسی تصمیم نمیگیره. هر کس برای خودش تصمیم میگیره. و این بزرگترین فضیلت نظام بازار. نظام بازار نقطه مقابل اون چیزی هست که بهش میگیم تحمیل اراده یا بردهداری. نظام بازار مبادله داوطلبانه از آغاز شکلگیری همه جوامع بشری وجود داشته. چیز جدیدی نیست. مال 250 سال نیست. به عمر بشریت وجود داشته. منتها در این 200 سال اخیر هست که به نظام غالب تخصیص منابع تبدیل شده، به یک علم و یک دیسیپلین علمی تبدیل شده. شناخت اون البته به یک علم و دیسیپلین تبدیل شده. ببینید نظم بازار به این صورت است که شما وقتی یک قواعد کلی رو رعایت میکنید که مبتنی بر آزادی فردی انسان هاست، یک نظمی در روابط بین انسان ها شکل میگیره. این شبیه نظمی هست که در بازی شکل میگیره وقتی که قواعد کلی رعایت میشه. اگر اون قواعد کلی رعایت نشه اون نظم شکل نمیگیره. اگر نظام بازار ما میگیم که به خدمت انسان بوده ولی به صورت نظم غالب در نیامده، به خاطر این بوده که بشر به تدریج فهمیده که رعایت برخی قواعد مبتنی بر آزادی و کرامت انسان و قواعد کلی یک نظم پیچیده‌ای رو به وجود میاره که نظم متمرکز، نظم ارگانیزیشن، نظم سازمانی اون پیچیدگی رو نداره. ویژگی مهم نظم بازار بر این هست که یک نظام اطلاع رسانی هست در درجه اول. یعنی از آغاز اون دانشمندان علم اقتصاد به این مسئله پی بردن که مکانیسم قیمت ها یک نظام اطلاع رسانی کارآمد هست. در تصمیم گیری های انسان که چی را به چی ترجیح می دهند، از طریق آزاد گذاشتن اونها تعامل به دبستان مبادله داوطلبانه یک نظم پیچیده را با وجود میاره. اساس نظام بازار این هست. پس نظم بازار برخلاف چیزی که الان، البته این اصطلاح کاپیتالیسم که اینجا شما عنوان کردید راجعش بحث میکنید، بعضی وقتا من فکر میکنم مثلا نمیفهمم یعنی چی کاپیتالیسم چیه. نظام بازار نظام داوطلبانه که گفتن در نظام بازار سرمایه همه چیز تصمیم گیرنده سرمایه است. اصلا سرمایه چیه که تصمیم میگیره؟ در نظام بازار انسان هست که تصمیم گیرنده است. این است که در بحث انسان ها به صورت فردی تصمیم میگیرن. این که در حالا یک حاشیه هم بزنم چون گفتن که راجع به بحران هم صحبت بکنیم، این که این بحران ناشی از نظام بازاره. نظام بازار یک سیستم متمرکز ارگانیزیشن، یه مرجع تصمیم گیری نیست که بگیم که مسئول چی هست. نظام بازار مسئول چی نیست، چون نظام بازار عرض کردم یک نظم اعتباری هست. در اون هر فردی مسئول تصمیم گیری خودش. تموم شدارم. نظام بازار مسئولیت چیزی نیست. نظام بازار به عنوان تصمیم گیر وجود نداره. بعضی ها تصورشون از نظام بازار که این کپیتالیزم هم اصطلاحش از اونجا اومده که چپ ها مارکسیست ها اینو درست کردند برای تحقیر این آزادی انسان، چون اونا به آزادی انسان اعتقاد ندارن. اونا معتقد هستن که یه عده برای یه عده دیگه باید تصمیم بگیرن. هر کسی نمیتونه بر خودش تصمیم بگیره. یه عده نمیفهمن، یه عده بیشتر میفهمن. اونایی که بیشتر میفهمن برای بقیه باید تصمیم میگیرن. خب این نقطه مقابل نظام بازاره. اشاره کردن آقای دکتر که مسئولیت 800 میلیون
فقیری که در دنیا وجود داره زیر فقر با نظام سرمایه‌داری. حالا اگر تعبیر سرمایه‌داری گفتم من نمیدونم چیه، اگر منظورش با این باشه که نظام بازار هست، محض اطلاعشون عرض میکنم که جمعیت دنیا در این 200 سال از زیر 1 میلیارد نفر به 6 میلیارد نفر رسیده، بیشتر از 6 میلیارد، نزدیک 7 میلیارد. این 6 میلیارد، 5 میلیاردی که در رفاه نسبی زندگی میکنن، مسئول اون کیه؟ تحلیل وقتی که میخوایم عدد و رقم ذکر بکنیم، نسبت ها رو باید در نظر بگیریم. 200 سال قبل 95% جمعیت دنیا در فقر مطلق زندگی میکردن. میانگین عمر انسان ها 25 سال بود. الان میانگین عمر انسان ها بالای 50 ساله. در کشورهای پیشرفته خیلی بیشتر، در کشورهای فقیر و اتفاقا در هر کشوری که از نظام کاپیتالیستی، از نظام حالا بگیم بازار، ببینید منم دارم میگم کاپیتالیست، هر کشوری که از نظام سرمایه، از نظام بازار دورتر شده، وضعیت فقر درش بیشتره. چین کمونیست رو شما نگاه کنید، چین کمونیست از زمانی که به نظام بازار روی آورده 600 میلیون نفر از فقیراش تو این 20 سال کم شدن. این دستاورد بزرگی. خب اینو به حساب کی بنویسیم؟ این حساب نظام بازار. اون 800 میلیون که میگن توی فقر هستن، اون که در اون جوامعی هستن که بیشترین فاصله رو با نظام بازار دارن، در زیمبابوه، بورکینافاسو، هم رفقای ما هستن که ما با اونا علاقه داریم، با اونا رابطه داریم، مدل های ما هستن، کره شمالی، فقیرها اونجا. در کشورهایی که نظام به نسبه بازار رو دارن، نظام بازار رو دارن، نوازشون سطح رفاهشون بهتره. و این تصویرهایی است که دو گروه ارائه میدهند از نظام بازار. اونایی که حالا من همه نیتها رو خیر میدونم، قصد جسارت همی کسی ندارم، اون دو گروه کسایی هستن که یا اعتقاد به آزادی انسان ندارن، یا سیاست مدارهایی هستن که نظام بازار رو در مقابل قدرت خودشون میدونن، بنابراین میخوان محدودش کنن. همه سیاست مدارهای دنیا هیچ شک نکنید همشون مخالفان نظام بازار، چون نظام بازار نظام تصمیم گیری غیر متمرکزه. نظام سیاسی نظام تصمیم گیری متمرکز فرماندهیه. بازار در مقابل فرماندهیه. به خاطر این هست که سیاست مدارا و فرمانده ها با نظام بازار مخالفن. من نکته ای که داشتم راجع به چند واژه بود که شنیدم، هرچند میترسم اگر وارد این بحث ها بشیم از الباقی این زمان هم به همین بحث الفاظ بگذره و نتونیم به اون جایی که حداقل عنوان این میزه گرد داشت برسیم و بحث بسیار مهمی مثل بحران فعلی رو تحلیل کنیم. به هر حال مباحث مفهومی و تعاریف خیلی خوبه، ولی به نظر من میاد که بهتره از واقعیت‌ها آغاز کنیم تا بتونیم به یک نتایجی برسیم. علی ای حال واژه نظام بازار من فکر میکنم که معنای روشنی نداشته باشه. اگر مثلا بگیم نظام بازار عادلانه است، نظام بازار کارایی دارد و امثال ذالک، اساساً چیزی به نام نظام بازار وجود نداره که ما راجع بهش بخوایم صحبتی بکنیم. یه مفهوم خیلی به اصطلاح خارجی حال یه مفهوم خیلی غیر منسجمی است. بازار یک مفهومی است که تعدادی خریدار و فروشنده دور هم جمع میشن، یا به لحاظ فیزیکی حالا یا به صورت الکترونیکی هر جور که فکر میکنید،
و به خرید و فروش و داد و ستد اشتغال دارن و قیمتی هم درش تعیین میشه. به این میگن بازار. حالا ما دیگه چیزی به نام نظام بازار نداریم. اصلا این واژه مبهمه. چه برسد به این که بگیم نظام بازار کارایی دارد؟ چه برسد به این که بگیم نظام بازار عادلانه است؟ چه برسد به این که بگیم نظام بازار عادلانه نیست و یا کارایی ندارد؟ هر دوش اشتباه است. چرا که اصلا نظام بازار تعریف نمیشه؟ همیشه یه نظام یه بازاری بوده، زمان فرائنم بوده، قبل از فرائنم بوده، حالا هم هست، بعد هم خواهد. خب حالا که چی بشه؟ دیگه چیزی به نام نظام بازار نمیتونیم اساسا بگیم، مگر بگیم نظام بازار آزاد و حالا معنی پیدا میکنه. بعد میگیم این مفهوم منظور از آزادی یعنی چی در این بازار؟ اون وقت همه چی کم کم روشن میشه. همه بحث‌ها از اونجاست. آیا این آزادی مطلق است؟ آیا این آزادی تحت نظر جامعه و مردم، اون مردمی که در اون بازار حضور دارند قرار میگیره؟ آیا این بازار مدیریت شده؟ این بازار رها شده است؟ اونها تازه معانی پیدا میکنه. بعد این نظام تولید در این بازار چگونه است؟ آیا نظام تولیدی است که توسط ماشین انجام میشه، یعنی بعد از انقلاب صنعتی، یا نظام تولید یک بازار روستایی است که افراد تولیدات دستی خودشون و محصولات کشاورزی خودشون میانن عرضه میکنن؟ آیا بازاری است که در اون شبکه بانکی فعاله؟ آیا بازاری است که سرمایه‌گذاران به این نحو خاص عمل میکنن؟ آیا بازاری است که سرمایه گذاری خارجی درش امکان اجازه فعالیت دارد؟ آیا بازاری است که سرمایه غلبه داره؟ یا بازاری است که نه، سرمایه غلبه نداره؟ آیا بازاری است که سرمایه داران حاکمیت دارند بر قیمتها؟ آیا بازاری است که سرمایه داران حاکمیت دارند بر دستمزدها؟ آیا بازاری است که کارگران حق اعتصاب دارند؟ آیا بازاری است که کارگران نقشی دارند؟ آیا بازاری است که دولت دست نشانده سرمایه دار است؟ آیا بازاری است که دولت دست نشانده کارگران است؟ آیا بازاری است که سرمایه داران قدرت وضع قوانین رو دارند؟ آیا بازاری است که اگر بحرانی شد همه برای نجات سرمایه داران بسیج میشن؟ مثل الان طرح بیلات چیه؟ طرح نجاتی که 700 میلیارد دلاری چیه؟ در مجموع 3 تریلیون دلار چیه؟ ویژگی این نظام حاکمیت سرمایه است. مبنا بودن سرمایه است در تمام تنظیمات امور. حتی وقتی که بحران به وجود بیاد، نجات سرمایه است. چرا؟ برای اینکه این سرمایه است که عامل رشد، سرمایه است که عامل شکوفایی است. پس اگر این نظام در وقوع بحران مواظبت نشه از نظام، از سرمایه، بعدن دیگه چیزی وجود نداره که این نظام در واقع مقومش باشه و به تک با تکی بر اون رشد کنه. بنابراین اگر اتفاقی افتاد، مثل انسانی میمونه که اگه دست پاشی که هست، مثلا رفت خدای نکرده زیر اتومبیل و اینا، دکترها که اومدن اول نگاه میکنن میدن سرش عیب نکرده، قلبش چیزی نیست. کسی نمیگه حالا این مثلا ناخونای پاشم خدای نکرده اتفاق، جراح اول میره سراغ قلب، میگه اونو به مواظبت کنم، اگر اون درست بود، حالا پاش داره خونریزی میکنه هر چی، میگه اون مهم نیست، میبرم پارو، قلبه از بین نره. نظام سرمایه‌داری که اگه بحرانی به وجود اومد، اون سرمایه رو حفظ کن و سرمایه‌داران رو حفظ کن و این نهاد سرمایه‌داری رو حفظ کن. پس اگر اصطلاح نظام سرمایه‌داری به کار میره، یعنی حاکمیت با سرمایه است، بقای این نظام با سرمایه است و الی آخر. شما ممکنه سوال بفرمایید آیا نظامی هست که بقایش به سرمایه نباشه؟ این سوال میتونید بفرمایید. آیا نظامی هست که اگر بحرانی شد
ما به جای نجات سرمایه داران و سرمایه و نهادهای سرمایه داری جای دیگر رو درستش کنیم که حفظ بشه؟ عرض میکنم خیر، چون الان همه این نظام ها سرمایه داری شده، در این شکی نیست، همش سرمایه داری شده. اما این به این معنا نیست که پس نظام سرمایه داری وجود ندارد. این نظام سرمایه داری است و الان توسعه یافته. اما این سوال که آیا این نظام بحرانزا هست یا خیر، این درسته، این سوال رو میتونیم مطرح کنیم. این سوال که آیا جز این نمیتواند نظام دیگری نباشد، پاسخ این است که بله، قطعا میتونه باشه، قطعا نظام دیگری میتونه باشه. در گذشته بود، نظام مارکسیسم و سوسیالیسم دقیقا نظامی بود غیر سرمایه داری، کاملا معلومه، کاملا نظامی بود غیر سرمایه داری. شما ممکنه بفهمید چرا شکست خورد. خب اون قصه خودشو باید بهش برسیم ببینیم چرا شکست خورد. آقای دکتر درخشان میگه اصلا نظام بازار وجود نداره، بعد سرمایه‌داری ولی هست. ایشون حدود یه رو 20 دقیقه راجع به سرمایه‌داری صحبت کردم، ولی نفرمودن که سرمایه بالاخره چیه، که سرمایه‌داری هست و بیلات هم میخواد از سرمایه حمایت کنه، سرمایه چیه که ازش میخواد حمایت کنه، این رو روشن نیست برام. ولی بعد وقتی که صحبت کردم همه چیزم رو مشخصا گفتم منظورم چی از نظام بازار. حالا یه نفر ممکنه موافق نباشه، ولی اون انسجام منطقی تو این حرف فکر میکنم هست. نظام بازار، تکرار میکنم، نظام مبتنی بر مبادله داوطلبانه انسان هاست. چرا هیچ وقت این دوستانی که از نظام بازار انتقاد میکنن راجع به این داوطلبانه حرف نمیزنن؟ داوطلبی یعنی آزادی، یعنی زور نباشه. این مهم است. اخلاق تو نظام بازار اینجاست که من دارم تاکید میکنم، توش زور نیست. تو سیستم سوسیالیستی، تو سیستم دولتی زور هست، به زور از یکی میگیرن به یکی دیگه میدن. تو نظام مبادله داوطلبانه زور نیست، انسان ها شأن همدیگر رعایت میکنن. اما اینکه همه جای دنیا این نظام بازار به هر صورت در گذشته بوده، در حال هم هست، آینده هم هست، از یه منطقی تبعیت میکنه که قدرت این نظام با نظام بازار ناشی از اون منطقه. اون منطقش منطق انسانیه، به خاطر اینه که مهمه، به خاطر این که همه جا هست، به خاطر این که سوسیالیست ها در جامعه سوسیالیستی نمیتونن این از بین ببرن. حتی در سوسیالیستی ترین، کمونیستی ترین جامعه هم بالاخره مبادله داوطلبانه در یه محدوده وجود داره و این آغاز رشد اون نظم بازار. آنچه من فکر میکنم این است که ما چیزی به نام نظام بازار نداریم. چرا؟ در هیچ کتابی نوشته نشده. کسانی که میگن نظام بازار، اینو از کجا خوندن؟ کدوم اقتصاددانان سرمایه داری؟ کدوم اقتصاددان سوسیالیسم؟ کدوم کسی که میگه من اقتصاد خواندم گفته باشه نظام بازار؟ آنچه که گفتن نهاد بازاره و نهاد با نظام متفاوته. اون یه اینستیتوشنه، اون یه سیستمه. شما در هیچ جا واژه مارکت سیستم نمیبینید، بلکه مارکت اکانومی، اکنامیک سیستمز. مارکت اکانومی یعنی اقتصادی که مبتنی است بر نهادی به نام بازار آزاد. پس اون نظام مربوط به اقتصاد میشه، بازار برش واژه نهاد اطلاق میشه. پس ما نمیتونیم بگیم نهاد نظام بازار، باید گفت نهاد بازار. شما میگید ما میتونیم بگیم، خب بگیم، مانعی نداره. اما پیامد داره اون وقت. پیامدش چیه؟ من فکر میکنم این واژه نظام بازار طراحی شده یا میتونه استفاده بشه برای کمرنگ کردن واژه نظام سرمایه داری. چرا؟ برای اینکه وقتی که ما میگیم نظام بازار، اگر به این ظرافتش توجه نکنیم که مراد ما نهاده، بلافاصله ذهن ما میره به سمت همین نظام اقتصاد آمریکا و انگلستان و اروپای غربی و ژاپن و اینا دیگه. طبیعی این به ذهن همه میاد. حالا شما وقتی میگم نظام بازار چی به ذهنتون میاد؟
همین آمریکا و اروپای غربی و ژاپن و ایناست. اون وقت در ذهن شما نظام بازار با نظام سرمایه‌داری مترادف میشن. میگید پس نظام سرمایه‌داری همون نظام بازاره دیگه. این مترادف که شد کار خراب میشه. چرا؟ چون بازار از زمان قبل از فرائن بوده تا الان و پایدار است، پس میگه نظام سرمایه‌دارم یه چیز پایداری است، یک پدیده تاریخی نیست. پدیده تاریخی یعنی چیزی که نبوده، ایجاد میشود و بعداً دیگه نیست. ما به این میگیم پدیده‌های تاریخی. پدیده‌های تاریخی پدیده‌هایی هستند که قبلا نبودند، در مقطعی به وجود میان، به احتمال زیاد بعداً هم نخواهند. اون وقت نظام سرمایه‌داری دیگه پدیده تاریخی نیست. چرا که بازار پدیده تاریخی نیست. از زمانی که انسان تمدنی براش تعریف شد بازاری بوده، چون انسان اجتماعی است و در جام و در هر رابطه اجتماعی مبادله اولین چیزی است که به صورت طبیعیه، مثل نفس کشیدن واسه انسان. انسان اجتماعیه و در فکر فضای اجتماعی مبادله قطعی است که اتفاق میفته. لحظه ای که شما اومدید گفتید نظام بازار یعنی نظام سرمایه‌داری، چون بازار فطریست و از اول دنیای تمدن انسانی بوده و تا آنجا که فکر میتوان کرد خواهد بود، پس نظام سرمایه‌داری جاویدان است. انسان‌ها در روابط مبادله استثمار میشن. بحث اینجاست. داوطلبانه بودن معنی نداره، مبادله فطری انسان‌هاست. منتها در این رابطه فطری بعضیا استثمار میشن. شما داوطلبانه نفس نمیکشید، شما به ضرورت فطری تو نفس میکشید، اما استثمار میشه چون من کنار شما دارم سیگار میکشم. شما به خاطری که زنده بمانی سیگار منو استنشاق میکنی. ما در تهران داوطلبانه نفس نمیکشیم، رو فطری نفس میکشیم، اما استثمار میشیم چون این ترافیک ما رو نابود داره میکنه. کودکانی که به دنیا میان نابود دارن میشن، نه داوطلبانه، در استثمار. ملت ایران، مردم تهران استثمار این نظام حاکم بر این شهر هست. به این میگیم نظام. افراد در روابط مبادله استثمار میشن. این حرفیست که مارکس به درستی بیان کرد و مکانیسم استثمار رو به دقت بیان کرد و اولین کسی بود که استثمار رو در رابطه مبادله نشون داد. پس این واژه داوطلب رو هم باید حذف کنیم، دیگه چیزی باقی نمیمونه. سرمایه داری یا سرمایه چی هست؟ به جایی که ایشون اینو بفرمایند توضیح بدن، موضع خودشون رو بگن، گفتن که داوطلبان اصلا فطریه. فطری نیست آقای دکتر، غریزیه. این مفاهیم رو با هم اشتباه نگیریم، دقیق صحبت کنیم. اولا که فرمودید نظم بازار کسی حرف نزده. من 10 تا اقتصاددان میارم، کتاب دارم، کتاب هایک از فریدمن اکانومیک اوردر، نظم، نظم بازار بحث میکنن. چطور شما با نظام فرق میکنه؟ اجازه بدید. نظام سیستمه، نظم با نظام فرق میکنه. نظام ها هستند که نظم ندارند. شما یه خورده صحبت کردید، یه مقدار انحصار طلبی نفرمایید. اجازه بدهید شما اشتباه بگید، من همونجا قطع میکنم شما رو، به اشتباهتون میگم. اگر شما من هم اشتباه میکردم، شما باید قطع میکردید، اشتباه منو میگفتید. من چون به آزادی انسانها احترام میذارم، به شأن انسانها احترام میذارم، این کار رو نمیکنم. من دیکتاتور نیستم. من اجازه میدم حتی اگر دیگران اشتباه حرف میزنن حرفشون رو بزنن، شما هم اجازه بدید حرف بزنن. اگر بنده یک کلمه دیگه حرف من داره قطع کنید، من با میشم میرم. شما آزاد اینجا هستید، حق اعمال دیکتاتوری ندارید. اگر رفتید قدرت سیاسی گرفتید، اون من فقط دارم به شما میگم نظام با نظام فرق میکنه. بنده عصبانی نکنید. نظامی است که من اجازه نمیدم به شما حرف بزنم. آقای دکتر کسانی که ضعف استدلال دارن جلسه رو ترک میکنن. کسانی که ضعیفند صحنه رو ترک میکنن. کسانی که نتونن بگن تفاوت نظم و نظام جلسه رو ترک میکنن. و
کسانی که از کلمه آن کسی که این کتاب رو نوشته، حتی کتاب اگر کسی که این کتاب رو نوشته کلاس اول اقتصاد رو هم بلد نیست. کسانی که این رو کتاب سال انتخاب کردن نادان بودن. کسانی که اون کتاب، من هر کتاب مزخرفی رو نمیخونم، خواندن کتاب، کسانی که اون کتاب رو کتاب سال کردن نادان بودن. آقای جنسی بهوان، ما از زیبایی این جلسات، حالا من اینو خدمتتون عرض بکنم، زیبایی این جلسات بحثی در اوج خودش رسیدن به همین مراحله. اینو من برای شما عرض بکنم. حالا خستم هستید، دو دقیقه اینو میگم رفع خستگی میکنم. ببینید عزیزان من، آقای دکتر من فکر میکنم این مناظره واقعی بود. ببین عزیزان من، ما زمان قبل از انقلاب ما این بحثا رو در دانشگاه ها داشتیم. منتهای مناطب اتفاقی که می افتاد این بود که بعد از این بحثا تعدادی دستگیر می شدن. به حمدالله این اتفاقات نمی افته. بعد از انقلاب اسلامی یک پدیده حاکم شد بر دانشگاه ها و بر تمام شؤونات کشور، و اون پدیده این که همچنان که فرمودن، چنان که ایشان فرمودن، بنده هم نظرم این است، این باید یه روزی در فضاهای دانشگاهی متوقف شه. فضاهای دانشگاهی فضاهایی است که شما روبروی هم وامیستید و بحث میکنید. دوستانی از اینجا که در دانشگاه خارج بودند آگاه هستند به این نکته. فریدمن وارد مدرسه اقتصاد لندن میخواست بشه برای سخنرانی، دانشجوها رفتن و حتی راش ندادن، گفتن نه تو نمیتونی وارد دانشگاه بشی، اینجا مقامش پاکتر و منزه‌تر است از این که نماینده نظام سرمایه‌داری آمریکا وارد بشه. راش ندادن فریدمن رو. وقتی که استادان دانشگاه ها کنار هم میشینن هیچگاه حرف همو تایید نمی کنن، ولی همونطور که شما فرمودید ما هم این رو نظرمونه. چرا؟ برای اینکه کشور ما کشوری شده که من الان باید نگاه کنم ببینم آقای مالجو نکنه پس فردا شد معاون وزیر، و نکنه پس فردا من بیکار شدم، و چون احتمال هر دو به تساوی هست پس من با ایشون درگیر نمیشم. چنان صحبت میکنم که ایشونو داشته باشم، ایشون هم چنان صحبت میکنه که منو داشته باشه، که یه روزی همدیگر رو داشته باشی. اگر این طور باشه، و من در یه جلسه ای گفتم، شاید همون جلسه ایست که از اونجا دارم میام، گفتم اگر این مدیران کشور ما این طور باشن اهداف چشمانداز به نتیجه نمیرسه. اصلا نمیتونیم ما به اهداف چشمانداز برسیم. اهداف چشمانداز اهداف تعارف نیست، اصلا اینا نیست. اگر میخواید این کشور رشد کنه و به اهداف چشمانداز برسیم، تعارف رو باید بذاریم کنار. اگر من معتقدم که چیزی به نام نظام بازار وجود ندارست و نهاد بازار وجود داره، من باید اینو بیان کنم، دیگری هم باید بیان کنه. او بگه اگر شما اینو بگید من میرم. این همون داستانه، برای اینکه من باید رعایت حالا دکتر مارجو رو بکنم، پس فردا ممکنه به پست و مقام رسید منو داشت. این وضعیت تعارف، این وضعیت رعایت موازینی که واقعا غیر اسلامی است، باعث میشه که ما هیچگاه به اهداف چشمانداز نرسیم. شما باید در دانشگاه ها با حفظ شؤون اسلامی، که اگر فضا فضای دانشگاه است جز بحث علمی نباید برچسب دیگری زد. شما نمیتونید بلند شید و بگید آقا توی مارکسیست بیش نیست. خب این توهین شخصی به من کردی. اما اگه به من بگید که نه قربون، بازار نهاد نیست، جلوتر برید و بگید شما من تعجب میکنم چطوری نمیفهمی. هیچ توهینی به من نکردی، به من میگی نمیفهمی. چرا تو نمیفهمی که نه بازار نهاد نیست، بازار نظام است؟ اونو باید به من بگی. اما اگه به من بگید برو ای نمیدونم جیر خاره مسکو، حالا مسکو هم که دیگه اونوری شده، جیر خاره کجا بگی؟ پکن، اونم که از اونوری شده. چاوز
چاوز خلاج اون شخصی میشه دیگه. بنابراین من فکر نکنم در کسانی که در حال سازماندهان این همایش بودند ناراحت بشن از این اتفاق، بلکه من فکر میکنم این رو به عنوان اولین مورد در فضاهای دانشگاهی بعد از انقلاب اسلامی بدانی که نقطه عطفه.